آژانس کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرد از زمان کودتای نظامی سال گذشته در میانار بیش از یک میلیون نفر آواره شدند. این کشور آسیا جنوب شرقی از زمانی که ارتش در سال گذشته دولت آنگسان سوچی را سرنگون کرد دوچار آشفتگی شد و در نتیجه جرقه مقاومت مسلحانه گستردهی را برانگیخت. به گفته گروه های حقوق بشر، حکومت نظامی با سرکوبی که شامل تخریب روستاها، کشتارهای فراقانونی گسترده و حملات هوایی به غیر نظامیان است، به آنان پاسخ داد. یونیسف در جدیدترین بیانیه خود در مورد این پرونده اعلام کرد که از زمان کودتا تا ماه گذشته یک میلیون هفده هزار نفر از داخل این کشور آواره شدند.